و در اینجا مستقیما به لندن می رویم. آقای علی گرانمایه پژوهشگر در مؤسسه خاورمیانه لندن در استودیوی ما هستند. با سلام حضور جناب علی. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه امشب. سلام بر شما و بینندگان برنامه صدای آمریکا. امروز هم پرزیدنت اوباما باز تاکید کرد که ایران خطری برای دنیا محسوب بشود اگر که این مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه آغاز بشود. البته به خاطر گرجستان مناسبات روسیه و امریکا تیره شده بود، اما فکر میکنید که سفر پرزیدنت اوباما در حال حاضر آیا آغاز یک عصر جدیدی است در مناسبات دو کشور؟ بدون تردید رئیس جمهوری امریکا تازه کارش رو شروع کرده است و این نخستین دیدار او از مسکو و با رئیس کشور میزبان، مذاکراتی رو که انجام خواهد داد در سرنوشت روابط بین المللی، صلح و امنیت جهان و همینطور صلح و امنیت مناطق مختلف دنیا از جمله خاورمیانه بسیار مؤثر خواهد بود. نقاط خلافی که بین امریکا و روسیه در طی سالهای اخیر بوده است قطعا مورد مذاکره دو طرف قرار میگیرد و هر کدوم قطعا گذشتهایی خواهند کرد تا به نقطه نظرهای یکدیگه نزدیک بشن. این یک سامیت، یک کنفرانس سرانه بسیار مهمی است که با شرکت دو رئیس دولت، دو رئیس بزرگترین قدرت‌های کنونی جهان انجام می شود. به نظر می رسد که البته لحن این دو عوض شده. در صحبت هایی که قبلا اشاره هایی که به هر دو کشور می کردن، یعنی پرزیدنت اوباما و پرزیدنت مدودف، اما مواضع به نظر می رسد که همون هستش. به هر حال در مورد افغانستان همکاری گسترش پیدا کرده، اما در مورد ایران چی فکر می کنید؟ در عرصه های اقتصادی، انرژی، تجاری، به هر حال روسیه با ایران معاملات بسیار پرسودی داره. آیا توافقی بین امریکا و روسیه حاصل خواهد شد در زمینه ایران؟ یعنی امریکا آیا خواهد توانست روسیه رو متقاعد بکنه برای حصول توافقی؟ ببینید، هر حرکت سیاسی روسیه هدفهای متفاوتی رو دنبال می کند. این که روسیه با قطعنامه هایی که ایران رو محدود بکند از نظر فعالیت های اتمی موافقت می کند، نشانی این است که روسیه هم با اتمی شدن ایران، با دسترسی ایران به قدرت اتمی نظامی موافق نیست. اما روسیه اگر سعی می کند قطعنامه هایی رو که در شورای امنیت می گذرد تعدیل بکند، به خاطر این است که فکر می کند این مجازات ها تا اونجای جلو برد که جلوی روابط اقتصادی ایران و روسیه، یعنی جلوی منافع خاص روسیه رو هم بگیرد. بنابراین نمی شود قضاوت کرد که به خاطر روابط اقتصادی که روسیه با ایران دارد، با دسترسی ایران به سلاح اتمی یا با توسعه صنایع موشکی ایران موافق است. برای اینکه روس ها گفتن این آزمایش های موشکی و عرضه موشک های دوربرد که ایران انجام میداد، این عملا دست آمریکا رو باز میذارد که موضوع ایجاد سپر دفاع موشکی در اروپا رو دنبال بکند، در حالی که روسیه سعی میکند که این خطر رو کاهش بدهد و جلوی این پروژه رو بگیرد. ایران عملا به نظر روسیه در این برنامه اخلال میکند. بنابراین نباید فکر کرد به صرف مناسبات اقتصادی که روسیه با ایران دارد روسیه از سیاست های ایران جانبداری میکند. من هیچ اینطور فکر نمیکنم. بله، از نظر استراتژیک چه فکر میکنید؟ اگر که در صورتی که البته به هر حال مناسبات آنطور به نظر نمیرسه که بهبود پیدا بکنه، اما پرزیدنت اوباما بارها گفته است که، و همین اخیراً جوزف بایدن همین حرف رو زده در مورد ایران و امریکا، گفتند که همچنان به مذاکرات ایران در چارچوب گروه پنج علاوه یک متحد هستند. اما فکر میکنید که بهبود احتمالی مناسبات ایران و امریکا چه تأثیری بر روسیه میگذاره؟ و یا روسیه واقعاً یک همچین چیزی رو میخواد؟ من فکر نمی کنم که روسیه از اینکه ایران و آمریکا به یک توافقی برسند که این تنش در منطقه کاهش پیدا بکند از این جریان زیان ببیند. البته روسیه از وضعیت موجود تا کنون سود برده است، اما دلیلی وجود ندارد که این وضعیت ادامه پیدا بکند. دیر یا زود مناسبات بین المللی حتی بین کشورهای متخاصم اصلاح خواهد شد. بنابراین روسیه همیشه فرصت مانور رو برای خودش حفظ می کند. روسیه البته
از این کشوری مثل ایران در منطقه هست، در جنوب قفقاز و آسیای میانه، که خودش رو متحد روسیه میدوند یا اینکه دوست روسیه میدوند و منافع روسیه رو در این منطقه رعایت میکند، خوشحال است. اما من فکر نمیکنم در هیچ شرایطی این وضعیت تغییر بکند، برای اینکه ایران به فرض اینکه با روابط عادی با آمریکا برقرار بکند، دلیل نیست که سیاست ایران در آسیای میانه یا قفقاز که روسیه اونجا رو حریم امنیتی خودش میدونه تغییر بکند. همینطور در مورد بازار تسلیحات یا روابط اقتصادی دیگر ایران و روسیه، البته ایران اگر دستش باز باشد که هر چیز بهتری رو از هر جایی که دلش بخواد تهیه بکند، لزوماً به روسیه متوسل نخواهد شد. ولی در مورد بعضی از تسلیحات روسی، مثلا همین سپر دفاع موشکی S-300، میبینیم که کشورهای دیگری هم هستند که خواستار این سیستم دفاعی، این سامانه موشکی هستند. بنابراین من فکر نمی‌کنم روسیه از بهبود روابط یا از عادی شدن روابط ایران و آمریکا و ایران و کشورهای اروپایی زیان ببینند. بله، سپاسگزارم آقای علی گرانمایه از اینکه در برنامه ما شرکت فرمودید. متشکرم.